سلام به دوستان خوب یک شنبه هشتم دیماه 98 29 دسامبر 2019 در سه چهار روز اخیر که خبری منتشر شد در فضای رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی ایران ابتدا اعلام شد که هانی کرده یکی از لاتهای سرشناس تهران توسط به دلیل حمله شش نفر با خنجر و دشنه و قمه کشته شده بعد اعلام شد نخیر کشته شده و در بیمارستان سینا بستریه خب حالا خبررسانی های گسترده هم صورت گرفت حتی شبکه تیوی پلاس رفی گزارش خیلی مفصل تهیه کرد با افرادی که از نزدیکان هانی کرده بودن مصاحبه کرد واقعا پوششی که برای اعلام زنده بودن هانی کرده و شرایط جسمیش انجام دادن من رو برگردون به سه سال قبل وقتی هاشمی رفسنجانی در شرایط بسیار بد بود و بعد از چند ساعت هم فوت کرد حتی یک دهم این گزارشی که الان دارن پوشش من برای هانی کرده برای حاشمی رفسنجانی انجام ندادن خب این رو باید به صورت جداگانه بررسی کرد که لات ها و عرازل اوباش اهمیتشون برای جمهوری اسلامی چیه؟ البته بخشیش رو قبلا سردار حمدانی قبل از که کشته بشه در سوریه در یک مصاحبه اعلام کرد و با سراحت گفت در موضوع سال 88 برای سرکوب جنبش سبز سه گردان از ارازل و عباش تهران رو سازماندهی کردیم و, و از اونها استفاده کردیم کسانی که به سراحت گفت کسانی که دست به خنجر و و قمه بودن این نشون میده که جمهوری اسلامی هم لات پروره هم مورد حمایت لات هاست هم از لات ها حمایت میکنه برای اینکه نیاز داره برای سرکوب مردم برای اینکه برن در بین جمعیت و بکشن و جمهوری اسلامی مسئولیتش رو نپذیره اما نکته جالبی که اتفاق افتاد اینه که اعلام کردن که یکی از زاربان هانی دستگیر شده و خیلی پوشش دارن این خبر رو که زارب دستگیر شده اه... کسانی که هانی رو مورد حمله قرار دادن در شب تاریک با نقاب بهش حمله کردن اما الان جمهوری اسلامی عوامل حمله شناسایی شدن و یکیشون دستگیر شده این در شرایطی که چند وقت قبل حسن روحانی اومد با سراحت و با وقاحت در یک گفت صحبتی که در جلسه یاد دولت داشت گفت ما انقدر دوربین داریم که کسانی که در قضایای آبان ماه 98 خیابون‌ها رو بند آوردن، رابندون درست کردن، شناسایی کردیم و از قوه قضایی خواست همه‌شون رو دستگیر کنه، باشون برخورد بکنه. یعنی اعلام کرد ما دوربین‌های فراوانی در سطح تهران داریم که هر نقطه تهران اگر کسی حرکتی بکنه تحت کنترل دوربین‌ها به قول آقای روحانی دوربین‌ها و مانیتورها هست. ظاهرا همون دوربین ها به کمک پلیس تهران در آمده تونستن زاره به هانی پردر رو دتیر کنن البته اگر راست بگن چون واقعیتش اینه که در این موارد اصلا انگیزه قر... حمله چی بوده انتقام گیری سیاسی بوده دعوای دو تلات بوده اصلا کار خود جمهوری اسلامی بوده برای زهر چشم گرفتن از این کارا جمهوری اسلامی میکنه یعنی کسی رو ممکنه عامل بکنن و بعدم خودش باش برخورد کنن مثل سعید اسلامی یا سعید امامی من یک دو تا گفتم سعید اسلامی و از ایراد گرفتن سید اسلامی با اسم اصلی سعید اسلامی و با اسم مستعار سعید امامی بود هر دو اسم هست یعنی اگر دوستان روزنامه سلام سال 78 که منجر به توقیف شد خبر سعید اسلامی رو منتشر کرد با اسم سعید اسلامی نوشته ولی به هر حال سعید اسلامی بزرگترین نماد از کسانی که برای جمهوری اسلامی همه نوع جنایت و فساد مرتکب شدن و بعد هم به فجیع ترین وضع با خوراندن داروی نظافت به قتل رسیدن پس بعید نیست که هانی کردن بعد از گزش استفاده کردن و شاید دیگه نیاز بهش نداشن یا نیاز دارن که در بین اراذل دیگه رو و ایجاد کنن که دستور جمهوری اسلامی رو اجرا کنن ممکنه خودشون کشته باشند ولی به حال هنوز انگیز نه انگیزه مشخصه نه عوامل اصلی ولی فرض رو برای میذاریم که جمهوری اسلامی راست میگه و زاره به هانی کرده رو دستگیر کرده زاره به هانی کرده باز هم میگم شب تاریک با نقاب بوده و دستگیر شده اون دوربین هایی که جمهوری اسلامی آقای روحانی به صراحت گفت ما مانیتور کردیم همه تحولات آبان 98 رو در روز روشن در خیابون های تهران فیلم برداری کردند جمهوری اسلامی ادعا کرد که اکثر کشته شدگان آبان 98 مردم عادی بودند که توسط نفوزی های در بین جمعیت و توسط افرادی غیر از نیروهای امنیتی و با سلاح های غیر سازمانی کشته شدند 40 شهدای آبان 98 گذشت برگزار کنندگان چهلم شناسایی و دستگیر شدن هنوز جمهوری اسلامی دوربین هاش مثل که به کار نیفتاده یا نوارهایی که در دوربینهاو ها به کار که کسانی رو که به ادعای جمهوری اسلامی نفوذیهایی بودن که رفتن داخل جمعیت و از پشت زدن مردم کشان شناسایی کنن چه آمارهای رسمی که حدود 300 نفر میگن چه آمار رویترز که 1500 نفر به هر حال اگه قرار بود که عاملان قطع 10 درصد جمعیت هم شناسایی بشه بعد 20 نفر تا حالا شناسایی میشدن و ای کاش جمهوری اسلامی اگر راست میگه اگر دوربین هاش دست خودشون نیست که هر موقع لازم باشه روشن کنن و هر موقع لازم باشه خاموش بکنن بیان فیلم هایی که گرفتن موشه پخش کنن تا به مردم ثابت کنن که کسانی که مردم رو در تظاهرات آبان 98 کشتن پلیس نبوده کسی که باور نمیکنه فیلم هایی که اومده بیرون پلیسی که با خشونت و با وقاحت با چوب و چماق حمله میکنه به ماشین های مردم به خونه مردم قطعا آدم هم میکشه و اینکه اینها مزدور هستن اینها که پلیس نیستن پلیس مسئول امنیت و در همه جای دنیا محترمه ولی به هر حال فرض رو اگر بزنیم بر راستگوییشون باید دوربین هاشون اینجا هم به کار بیاد نه اینکه فقط برای دستگیری زاره کسی که مزدور جمهوری اسلامی بوده کسی که در دوران زندگی نتن... نچندان طولانیش هزاران مفسده و کسافتکاری و فساد مرتکب شده حالا جمهور اسلامی انقدر انگیزه داره که هم گزارش ویژه براش تهیه کنن هم رئیس پلیس بارها مصاحبه کنه اول در مورد ضرب و شتمش صحبت کنه بعد در مورد دستگیری صحبت بکنه فکر هم نکنید که این موضوع آن آف شدن دوربین ها فقط مال امروزه 20 سال و چند ماه پیش در حادثه کوی دانشگاه تهران یک دانشجوی مظلوم به نام عزت ابراهیم نژاد کشته شد 20 سال از موضوع گذشته هنوز دوربین های جمهوری اسلامی قاتل عزت ابراهیم نژاد شناسایی نکرده من یک بار در یک برنامه گفتم در سال 80 یک دوستی من داشتم اومد به من مراجعه کرد زمان که من مجلس بودم اومد گفتش که فرهاد نظری میخواد شما رو ببینه که از طریق شما پیغامی به آقای کروبی منتقل کنه اومد فرهاد نظری پیش من که فرمانده پلیس دارم بود و فرمانده کشدار کوی دانشگاه خیلی با وقاحت به من گفتش که ما دوربین هامون همه کسانی که در تظاهرات بودن شناسایی کرد کسانی که سنگ پرانی میکردن شناسایی کردن و همشون دستگیر میکنیم من بلا فاصله گفتم آقای نظری آیا دوربین های شما قاتل عزت ابراهیم نژاد رو هم شناسایی کردید یک خنده تلخی کرد و شد رفت 20 سال از اون روزها گذشته و هنوز دوربین های جمهوری اسلامی مشخص نکرده قاتل عزت ابراهیم نجات کی بود دوربین های جمهوری اسلامی هنوز مشخص نکرده که اسید پاشا کیا هستند دوربین های جمهوری اسلامی هنوز مشخص نکرده کسانی که پمپ بنزین ها را آتیش و آقای مدعی هستند که از اراذل و باش بودن کیا هستند فقط ظاهرا کسی که لات مأمور خودشون و اراذل و باش خودشون رو مورد ضرب و جرح قرار داده شناسایی میکنن. ببینید اینها رو باید گفت برای اینکه جمهوری اسلامی فکر نکنه با افراد نادان طرفه بعضی از افراد هم به دلیل اینکه حالا هانی کرده یه آدم مثلا لاتی بوده یا طرفدارهایی داره هر کدوم طرف خیلی به این فقط به هاشی موضوع پردادن موضوع اصلی اینه که اگر دوربین های امنیتی در تهران نصب شده برای امنیت مردم ایرانه برای اینکه اگر کسی رزالت کرد اوباشگری باشگری شناسایی کنند من میخوام سوال کنم از رزالت ها با اوباشگری باشگری هانی کرده تا حالا چند تا فیلم تهیه کردن چرا با اونها برخورد نکردن به هر حال با توجه به مسئله من گمان میکنم که یکی از پرسش هایی که الان باید مطرح کرد از جمهوری اسلامی اینه که این دوربین های شما معیار آن و آفش چیه البته خیلی چیز دیگه هست که معیار آن و آفش مشخص است مثلا ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی هر وقت لازم باشی بیاد از سپاه حمایت کنه هر وقت لازم باشی بیاد علیه براندازو صحبت کنه ممنوع تصویری ایشون آف میشه و مجاز بودن تصویرش آن و هر وقت که لازم باشه برای چهره سازی یا برای قدرت نمایی یا برای دهنکجی و تحقیر اصلاح طلبها ایشون ممنوع تصویر میشه دوربین ها براش آن آف میشه به گمانم کسانی که دستی به رسانه ها دارن چون نه امیدی به رسانه های جمهوری اسلامی هست نه امیدی به کسانی که ادعای اپوزیسیون دارن نه حتی امید به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور که متاسفانه بسیارشون تحت سیطره اصلاح طلب هستن پس من و شما که رسانه ای داریم در حد خودمون هر کس هر چند نفر اینها رو منعکس کنه و این پرسش رو مطرح کنیم معیار روشن و خاموش شدن دوربین های جمهوری اسلامی چیه آیا فقط برای حمایت از لاتها ها و عرازل اوباش خودشون روشن میشه آیا فقط برای شناسایی قاتل امام جمعه کازرون روشن میشه که شب تاریک رفته امام جمعه رو کشته بلا فاصله شناسایی میشه و اعدام میشه اما با گذشت چهر روز از کشتن 300 تا 1500 نفر آدم و در شرایطی که جمهوری اسلامی ادعا داره اینها توسط ارازل اوباش و نفوذی ها کشته شدن هنوز دوربین های جمهوری اسلامی نتونسته گزارشی تهیه بکنه موفق باشید